در بگم سلام اینجا خودکسته پادکست خیلی خودمونی من ایمان هستم میزبان برنامه در کنار من کارون نشسته سلام پشت دم دستگاه و فرزاد سلام نشسته سلام نشسته امروز اپیزود 190 ما 190 تو اپیزود کدوم کارو تو زندگی 190 بار میخوای راجع بحث قبلیمون صحبت کنیم فرزاد نکته خوبی گفت آبروی ما میرفت که اگر که یه انجام وقت چنان انجام میدادی شهر را میرفتی میگفتن اینو دوستای همونن شاید یکی انجام داده باشه مسخره نکنید نه اون که آره شما که جوکر دیدید مسخره نکنید آدم رو با هم میمدیم بیمارستا خجارت بکشید جونم براتون بگه که این هفته چیزی که آها من یه یادم رفت بگم برای بزود راه این که خیلی یک کمپین رو انداختم فرزاد ببینن خیلی میگم فرزاد گوگلیه دیدی؟ فرزاد بیارید پشت میکروفون. پشت پشت میکروفون نه بیا پشت دوربین. جانیس ببینید اون فرزاد. بس صبر با بخوام بشی که به این کلاس نگیری. آره. خلاص خواستم بدونی. خیلی نسخه تن آدمو. از همه. ام، چی میخوای بگی اینم من بگم عکسایی که کارون میذاره من هیچ نقشی توش ندارم چی آخه من پس بگم تکستایی هم که ایمان میذاره من نقش ندارم تکس چی هر چی تکست میده تو عکس چی گذاشته برای ابزود خودم و خودم گذاشته بودم دیگه آره که چیز داشت دید. یه خانومه گفته بود هی من مشکل املایی داشتم آره چی, چی بود مشکل املایی ببینم چی من گذاشتم بسیار زیباست شکر خنده مثلا نینو ن... نینو مثلا نونو رو با هم دیگه جا اشکال برن. نداره هی آخر رو نظر نه, نه نه هی آخر درست بود اومدی چیزم بگیری یلکی ایراد بگیری جوابتو دادم باره. برو چی میخوای بگی؟ آماده ای برای چیز اوکیه افراد زیر ایج دسته آره با من اول یه توضیح بدم شما این که الان این اپیزود رو گوش میکنید تایتل رو دیدید میدونید موضوع راجبه نه خیلی به نظر من گنگو نه no اپیزود که میره بیرون من تایتل دادم اونا, اونا شونن... معمولا گوگو نامفهوم نه <تصفح> <تصفح> خیلی بعد فرزاد و ایمال الان نمیدونن و فکر کنن چه خبره حالا براتون میگم که بگو تو قسمت های قبلی راجع چی صحبت کردی خیلی چیزا من 90 تا داشت رابطه درد و لذت پر <تصفح> خطره <تصفح> 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 که اینا چجوری با هم رابطه دارن مغز چجوری اینا رو تحلیل میکنه کجای مغز دریافت میشن راجب اینو صحبت کردیم که چرا مثلا بعضیا درد و لذت رو دوست دارن اصلا یه اپیزود بلک رو با هم دیدیم ایمان طرف معتاد درد شده بود بله یادمه انقدر لذت بخش شده بود براش که اینا بود چی بلک میوزیم آره معتاد درد شده بود خب و اینا واقعی این یه بود که نوشته شده بود و هست بالاخره اون فکرم بگی بر اساس واقعیت بود گفتم که اون میتونه بعد <applause> یه سری ورزشکارا ورزشکارا معمولا معتاد درد میشن آره خیلی خوبه از اون کوفتگی بعد ورزش اسیدی میشه بعد <applause> من خودم اصلا خیلی اون درد رو دوست دارم همه اینجوری نیست من عاشق اون دردم بعد حالا ورزشکارا ها چند اینا هم که براشون ایجاد میشه اصلا یه رابطه دوستانه با درد چیزی آره. درد و لذت بود از که بود امروز راجع به رابطه درد و شکر میخوایم صحبت کنیم حالا مثلا چجوری ما گودرز رو به شقایق میخوایم وصل کنیم <تصفح> <تصفح> الان بهتون میگم. میگم که وحشی بافقی میگه خب تعریف میکنه که اسمشون چی بود؟ وحشی بافقی, بافقی. آها خب معروف هستن میاد میگه که یه روزی یه عیب میاد پیش مجنون عیب جو بوده چون شغلشون عیب جو, آره جو این چیرین <س synth know> کیه که تو انقدر از <سؤال> چی؟ میگه <چی> تو <قو؟ سؤال> <سؤال> <الا> آره <سؤال> <الا> میاد به عیب جوه میاد پیشه مجنون خیلیز. میگه این شیرین میگه بابا این شیرین که مثلا انقدر تو از این خوشش میاد و هر جاشو نگاه کنی یه نقصی داره و اصلا جمع کن برو آره. خیلی زایستو از این داستان بعد مجنون اصلا آشفته میشه چون بابا اصلا اینی که تو میبینی اصلا لیلی نیست و که اگه بود مثلا انقدر ایراد نداشت و و اگه تو هم جای من باشی به جز خوبیای لیلی هیچ چیزی رو نمیبینی آه. و شروع میکنه خیلی با جزئیات شرایط فیزیکی ایشون رو تعریف کردن که مثلا تو چشش و شو... چش دیدی رو میبینی من اون نگاه ناوک اندازش رو میبینم خب حالا ناوک تو یعنی... و من پیچشمون آره ناوک چیه ناو اک اون که تصغیره یعنی کوچیک ناو کوچک یعنی تیر کوچیک <تصفح> این ادبیات ما خیلی جالبه ما الان میگیم مثلا یارو چشش سگ داره <تصفح> خیلی بد میگیم اون موقع میگفتن نگاه ناوک انداز یعنی تو همین نگاه ایمان بهش که نگاه میکنی مثلا تیر میزنه به چش تو و تو رو به, به چش تو از چشش به تو تیر میزنه و میگیره آره زخمیت میکنه میگیره همجور وای میستی جون بعد بخدم. آره میگه تو مو بینی و من پیچش موی مجون پیچش مو تو ابرو او اشارت های ابرو خب که این از مصر اول این بیتی که من گفتم خیلی بزرگتره. خب میدونی که اون موقع عبرای یه تیکه بوده دیگه آره <ý Rahmen> این بزرگتر رو به اشتباه استفاده میکردن هی hey, به بچه ها که میخواستن مثلا بگن تو مثلا نمیفهمی گفت تو مو بینی و مثلا من پیچه شمورم دارم ببینم بعضی دیگه مثلا میگونه ما ریزه شمورم میبینیم ولی این اصلا کاربردش اینجا نبود اینجا <sucked up> این کار اینجا بابا خیر <ançaft> خیلی رو اصابه خنده نه گفته شما شوخته هم نیستی آره <applause> وای این گن... شما نظامیه برداشتی لیلی و مجنون اون بر وحشی بافی هم گفته فرق داره خب بعد چرا باید الان اینا رو نه نه یه رسه برمیگردی فقط نه نه آه. یه رسه قبلش چرا میگی اشتباه میگفتن پدر رو وقتی میخواستن نصیحت کنن خوب نیست دیگه باید شما با بچهتون تون هم فکری کنی به که بگی باید اصلا تو داری مور رو میبینی من پیچش مور دیدم راست میگی دیگه بابای نه به زبون بیاری خیلی حرف درست نباید بگم و ادامه میده اینجاش باله میگه دل مجنون ز شکرخ این کش تشرید داره دل مجنون ز شکرخنده خون است تو لب میبینی و دندان که چون است یعنی میگه اصلا این مجنون اون خنده شکرین خنده زیبای لیلی رو که میبینه. اصلا دلش خون میشه دلش درد میگیره خب بعد تو داری داره. مثلا ایراد میذاری روی لب و دندونش مثلا چقدر کوته بینی تو بله این مصرع اول این بیت موضوع امروز ماست سه تا کلمه تو مصرع اول دل و شکر و خون خب یعنی اون دردی که ممکنه شکر به دل شما بیاره موضوع امروز ماست براتون بگم بید... موضوع علمیه با همه میدن الان چون آره داستان یه پسر خاورمیانه ایه که مثل همه ماها مثلا هم تو خانواده که صبح بیدار میشده صبح شیر میخورده من آه. که نمیخور ما خونه اون شیر نداشتیم هیچ شیر نمیخوردی شما میخوردی بعضی موقع تلویزیون هم تبلیغ میکرد دیگه سه تا لیوان شیر و اصلا یه امر مقدسی بود بله بعد این همیشه صبح شیر میخورد و اینا اصلا نمیتونستم به این فکر کنه که شیر ممکنه خوب باشه بعد میاد جلوتر مثلا یه ذره بزرگتر میشه دبیرستان اینا میفهمه آقا صبح شاید چون شکمش خالی شیر میخوره اینجوری ازیت داره آره بره. شیر اذیتش میکنه اینا اینو موکول میکنه به بعد از ظهر خب دیگه بره. صبح خیلی مثلا سعی میکنه شیر نخوره ولی خب خانواده هم اصرار که نه با مثلا شیر یادت نرو مثلا بخور شیر بخور آره سر شو. خب آره بعد خانم لاری میگفتن شیر برای بچه گاوه برای خود بچه آره آفرین خب بعد دیگه شیر گذاشته بعد از بعد از یه مدت که بنده اومدم کانادا و مشکل سینوزیت هم خیلی عذیت هم دارم این خود تو داری میگی؟ از اول مفتن ده تا چیز من هم میگم شانس بردی بعد که من بعد که من باشه بادم کانادا این مشکل سینوزیت و اینا که دوباره زد بالا اینا دکترم که برام ما هیچ کاری نکرد بودن دیگه یه چیز از این دوری میکنید کلافه شده بودم خب رفتم شکم سرچ کردن که آقا مثلا چه بدبختی ما چیکار کنیم اینا نوشتن که آقا لبنیات خیلی مخاط و زیاد میکنه تولید و مخاط فریناز هم بیا دور بهش اشاره کرد بله بعد من خب تا موقع اینو نمیدونستم بعد گفته بابا مثلا امتحان کنید الان مثلا برید چم شیر یا ماست یا هر چی بخورید ببینید اگه مثلا زیر نیم ساعت مخاطتون زیاد نشه مثلا فینی مجبور نشه <تصفح> 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 با کاسه ماس بعد بیا اینو تست کردم شما تست بکنید واقعا بلا فاصله مثلا ترشح مخاطو زیاد میکنه مثلا بپد تو گلوی یک کاسه ماس بیار اینجا بعد هیچ دیگه من سر این قضیه اصلا دیگه شروع کردم به شیر نخوردم خب اصلا شیر نمیخوره پس میخندی پسر خواهر مینای یه شیر نخورد <تصفح> دیگه تنها شده بود شیر نمیخوردم اینا بعد یه مدت که اون داستان حالا اون چیزی که ایمان گفت و اون دستگاه چینی و اینا که مشکل سینو رو حل کردن گفتم آره دوباره بیام <تصفح> شیر رو شروع کنم آره شروع کردم به شیر خوردن چند وقت پیش مثلا دوباره شروع کردم این سری دیگه خیلی دیدم دارم اذیت میشم روز خیلی. اول مثلا اذیت شدم روز دوم سوم دیگه کلافه خب یعنی اصلا فشاری که به من داشت می آورد و اینا کلافه وضع میده و روده به هم ریخته بود و اینا که آقا چرا اینجوری شد دوباره یه ذره این ور بر با این صحبت کن این ور مطلب بخون و مطلب بخون و فهمیدم که آقا من لاکتوز این تالرنت هم خب بله. بهش میگن نارسایی لاکتوز بله خب نمیدونم تو میدونی مثلا خودت هستی یا نه من خودم نیستم نیست یعنی شیر و اینا میخوری آره. کاملا اوکی آره آره من اینو نمیدونستم ولی آره مثلا اینو رفتی آزمایشی چیزی دادی یا همطوری نه بعد اون چند روز که وحشتناک شد اوزا مثلا دل و رود و اینا اصلا کلا با هم میریزه فهمیدم که آقا این پس منم آلمن که خوب بود آره, آره. حالا میگم بعد این عدم قضیه... تحمل لاکتوز آره نارسایی لاکتوز منظورم قشنگتر خط پایینش داره میگه ویکی‌پدیا با... این قضیه به اطلاع رسانی خوب راجبش انجام نمیشه حداقل برای ماهایی که ایرانیم خب اونجا مثلا شیر یه مفهوم مقدس و یه ماده غذایی خیلی مغذی و قوی هم هست و اصلا کسی به این فکر نمیکنه ممکنه پدرت رو ممکنه در حال درآوردن پدرت باشه اینقدر اذیتت میکنه و معمولا مثلا این اطلاعات که کم باشه راجع بیماری های نادره نه یه چیزی که ممکنه خیلی هم شایع باشه شما مثلا فکر میکنید چند درصد آدم ها؟ سی و هفت چی؟ سی و هفت چی؟ نگوهی چی؟ بگو سی و هفت چی؟ درصد؟ خب چی؟ تالرنتن آره یه چیزی تو این مایه ما اعداد مختلف دیدم از 65 تا 80 دیدم 65 تا 80 درصد آدما نارسایی لاکتوز دارن یعنی لاکتوز نمیتونن هضم کنن خیلی عدد زیادی ها از 65 دیدم تا 80 معلولیت هست دیگه خب تو چجوری جوری فرضا الان داری میگی شاید مطمئن نباشم یعنی آزمایشی ندادم که بتونم آره. دقیق آره. آره مثلا آ... یه لیوان شیر شکم خالی بخوری راحت آره آخه من اصلا شیر نمیشه اصلا آه. آه. اره بعد ماس میخورم ولی شیر نمیخورم ماس داره ماس راحت تره بستنی هم اوکی هم هم اوکی هم اوکی باشه 90 درصد شرق آسیا لاکتوز اینتالرنت ان اوه 90 90 درصد آره این حالا داستان تاریخی خیلی جالبی هم داره جلوتر میگم 70 درصد ایتالیا یا 70 درصد آفریقا و 50 درصد لاتین آمریکای لاتین لا. اینا لاکتوز نمیتونه بدنشون حل کنه چرا این اتفاق میفته شیر و لبنیات کلا یه کربوهیدراتی شکری دارن به اسم لاکتوز درست درسته شما بلده. بله بله بعد این ترکیب واسه اینکه تو بدن شما بشکنه به قندی تبدیل بشه که بدن شما میفهمتش یه دونه آنزیم هست به اسم چی فرزا جان لاکتیز درسته لاکتیز بله لاکتیز. لاکتیز. آره حالا کلاً به هر چیزی ایز اضافه کنیم میشه <تصفح> آنزیم. آنزیمش آره ایمان ایز مثلا آنزیم ایمان <تصفح> خب این واسه این که ما شکر شیر رو بتونیم بشکنیم لاکتوزو یه چیز آنزیمی نیاز داریم لاکتاز. لاکتاز. <تصفح> <تصفح> به اسم لاکتیز لاکتیز که این میاد لاکتوزو میشکونه به گلوکوز اون یکیش چیه فرزاد حالا داری تست از میگیری لاکتوز تبدیل لاکتوز. میکنه آره اینا دوتا شکریه که بعدا میتونه ازش استفاده کنه و انرژی تولید کنه اینا خب حالا آدمایی که بعد وقتی که بچه هستید و شیر مادر میخورید اونم لاکتوز داره ولی بچه ها این آنزیم و بدنشون تولید میکنه به مرور که آدما بزرگ میشن تولید این آنزیم ممکنه تو بدنشون متوقف بشه درسته که حالا آمارا نشون میده خیلی 65 درصد تا 80 درصد آدما دیگه بدنشون اون آنزیم رو تولید نمیکنه وقتی که بزرگ میشن بله بعد وقتی اون آنزیم نباشه چی میشه اون لاکتوزایی که هضم نشده میاد میرسه به روده خب بعد واسه اینکه بدن واسه اینکه اون تجمع اون حالا ماده هضم نشده رو از بین ببره میاد اونجاها رو آبیاری میکنه در واقع این ماده میاد آب توی خونه میکشه و اصطلاحا میگن شما شکم روش پیدا میکنید آخه. چون یه سری ماده غذایی که نشکسته مستقیم اومده تو روده یا یه باکتری توی روده هست که میتونه لاکتوزا رو بخوره هیدروژن تولید کنه گاز هیدروژن اصلا یه هو گاز تولید میشه و اون و... گاز هم چجوری از بدن خارج میشه بستگی داره آره اون هم بستگی داره همونجور که ایمان میگه بعد خلاصش اینه که شما ممکنه که شکم روش پیدا کنید خیلی درد و سنگینی تو ناحیه شکم و خیلی افتضاح میشه در این حد که من مثلا چند روز پیش <تصفح> کاپوچینو گرفتم دو قلوب خوردم دیدم خیلی سنگین دی. شد الان دیگه داری چیز میکنی چی میکنم دو قلوب که دیگه نه دیگه بعد من اونجا فهمیدم دیگه نه من واقعا این مشکل رو دارم یعنی تا چند روز پیشم هنوز 100 درصد مطمئن نبودم ولی اونو که خدا اصلا چون تو نیم ساعت سر کار یا مثلا شکم سر و صدا میکرد اصلا خیلی اذیت داشتم میشدم یعنی آکوم ببین تستش چه جوریه چه جوریه خب تشخیصش اینه خودتون که میتونید بفهمید خب خیلی راحت خودت میتونی بفهمی که خیلی اذیت میشی مشکل داری یه تست تحمل لاکتوز دارن که بهت یه نوشیدنی که لاکتوز داره میدن بعد بعد دو ساعت میان آزمایش خون میگیرن اوه من اونو دادم اگه گلوکوز خونت بالا رفته باشه نشون میده بدنت بلده اینو تجزیه کنه یعنی حالت خوبه اوکی. اگه گلوکوزت بالا نرفته باشه یعنی این یعنی نارسایی نه من, اونو، من اون تست دادم مشکل نشت آره خب تو مثلا جزون سی خورده یه تست هیدروژن تنفسی هم ظاهران هست که دوباره همین ماده رو به شما میدن بعد بازدم تو اندازه گیری میکنن که اگه هیدروژنش مثلا زیاد باشه از تو میفهمن که این تونسته بعدا چیز کنه بشکونه اون لاکتوزو یا نتونسته یه تست اسیدیته مدفوع هم میگیرن که اون دیگه مشخص بعد خیلی حالا یزیک که الان حالا نمیگم این اشتباهی یا نه یه سری از این اینتالرنت ها الان خیلی مد شده او مثلا یه چیز هست خدایا توی لوتن. نونا یه از میگن که یه چیزی فری گلوتن گلوتن فری گفتم نه نه میگم همین دارم میگم میگم الان اینا همش مد شده یه جورایی که مثلا دارن باش مارکت میکنن مثلا یه سری چیز میفروشن به آدما حالا این استثنا نه نه این واقعیه گلوتن فری ولی فکر نه گلوتن من کاری دارم من لاکتوز دارم میگم نه حالا گلوتن اصلا... همون دارم میگم گلوتنه مثل که هم چیزی واقعا وجود نداره یه همچین این تالرنسی یه جا داشتم میخونم که میگفت همچین وجود نداره و این فقط یه مارکتینگ آدما همچین مشکلی ولی من گل... واسه خود کسی رو دیدم که مثلا ایرانی دوباره چون ما نون نون و برنج اینا زیاد میخوریم از اونم هم مثلا همیشه مشکلات گوارشی و اینا به خاطر حالا نون خاطر بعد نونو که میذاره کنار میبینید چقدر خوبه حالش خب بگو ادامه بده بینیش. این ولی خب این اکثریت آدم ها اینجوری دیگه این خیلی مشکل واضحه واضحیه و حالا مثلا تو قضیه خودم دیدیم مثلا به چیزی باور داری تو هیچ شغمه به شک نمی‌کنی من باره. اصلا شک نمی‌کردم که شیر مثلا شیر ماده ای که اینقدر مثلا مقدس و اینقدر مقوی و اینا بتونه مشکل زا بشه در سال با من شروع کردم اوت میل خوردن صبونه آره یادم جو پرک حالا هم دقیقا فارسی شیه اونو با شیر میخورم بعد اونو فهمیدم من دارم وضعیت میشم و اینا فکر کردم مشکل اوت میل است اصلا به شیر شک نکرده بودم نمیخوام یعنی <تصفح> اینقدر من مطمئن بودم که دیگه شیری که امکان نداره تو ایران بودی که مشکل نداشتی همینو میگم من صبح نمیخوردم فکر میکنم چون شکم خالیه داره به من فشار میاره یعنی نمیتونه بدنم درست هضمش کنه <applause> بعدم به مرور می... هر چی سنت که بالاتر میره اون آنزیمه کمتر میشه بعد یه مدت هم نخوری دیگه تحملت هم واسه ماده غذایی کمتر میشه یعنی مرتب باهاش درگیر باشی ممکنه راحت تر بتونی تحملش کنی تا اینکه اصلا درگیری نباشی باش درست بعد آها حالا ورژن دیفالت آدم از کارخونه میاد این تالرنت بوده آره آها. بعدیم از ازل که شروع کردیم درست اصلا بدن انسان دیزاین نشده بود که بعد از حالا 5 6 سال که دیگه از شیر میگیرنت شروع کنی شیر خوردن به شیر خوردی. آره ده هزار سال پیش که آدم 5 ها... 6 سال تا 5 6 سالگی دیگه تو 6 سالگی بچه شیر میخوره آره تا 5 سالگی شما میتونید داکتوز چیز کنید اکثر آدم اه... ده هزار سال پیش که شروع کردن انسان ها حیوانات رو آوردن اهلی کردن و اینا مثلا بز آوردن و گاو آوردن و اینا از اون موقع شروع کردن شیر خوردن ولی خب همون موقع چون بدن لاکتوزین تالرنت بوده نارسای لاکتوز داشته اینا بهشون فشار میبره چیکار کردن شروع کردن لبنیات دیگر رو گرفتن پنیر رو از ماسکره گرفتن آره کره رو از شیر گرفتن و ماست و پنیر رو... این داستان دیگه دوغ و حالا تو ایران این به خاطر اینکه شما این محصولا رو که میگیرن چون تخمیر انجام میشه یه بخش خیلی خوبی از اون لاکتوز از می بین میره برای همینه که اکثر آدمایی که حتی مشکل هضم لاکتوز دارن با ماست و بستنی حتی پنیر و اینا اوکی هن. با اونا مشکلی ندارن ولی خود شیر رو خیلی باهاش مشکل هم به خاطر اینکه این, این, این مواد غذایی که درست میشه میزان <تصفح> لاکتوزشون به شدت میاد پایین برای همین بدن شما دیگه اونقدر میتونه تحمل کنه واسه همینه من بچه بودم علاقه اصلا کلا به شیر نداشتم و کلا شیرم نمیخورم مثلا لبنیات دیگه آره مثلا چون پنیر و کره شاید مثلا خفیف دا. اون حالت داری حالا شاید اون ترشولد شما نمیدونم چقدر حالا خلاصه ده آها داست... یعنی صفر و یک نیست میتونی یعنی آره آره مدل های مختلف داره یه سری حتی اون که بستنی هم نتونن بخورن خیلی ها بستنی رو میتونن بعدا میگه که حتی اونایی هم که این تالرنتن ممکنه اون آنزیم رو ترشح کنه ولی انقدر کمه مثلا تو شیر بخوری چون حجم لاکتوز زیاده یوسم بدنه ولی مثلا ماست بخوری شاید سر تظیم فرو میره خوش بگذره بعد از 4000 سال که میگه حالا اینی که گفتن تو خاور میانه خیلی حیوانات و خونگی کردن و اینا اینا که خاور میانه شروع کردن رفتن مثلا اروپا و جاهای دیگه بعد چهار هزار سال ظاهرا یه میوتیشن یه جهشی اتفاق میفته که یه سری از بزرگ سالا هم همچنان بدنشون میتونه لاکتوز رو تجزیه کنه امه. یعنی این یه میوتیشنی بوده که خیلی هم دور نیست دیگه مال مثلا 6000 سال گذشته است امه. که چیز میشه بدنا یه سری از بزرگ ادالتا میتونن بدنشون لاکتوزو در واقع تجزیه بکنه و این قضیه میست که توی شرق آفریقا هم خیلی بیشتر اتفاق افتاد یعنی آدمایی که اونجا بودن تو شرق خیلی تعدادشون زیاد بوده که میتونن بیشتر میتونستن این کار آره، این اونجا و خیلی بال میگه به صورت مستقل تو جاهای مختلف دنیا این میوتیشن تو هوموساپینا ای ایجاد شده که بتونن لاکتوز بشکنن چرا دلیلش نگفته بود دلیلش اینه که حالا توی چیز در واقع توی تکامل اون موجودی زنده میمونه که سازگارتره نه که قوی تره. و شیر یه ماده غذایی خیلی مقویه مهم. اون موقع که مواد غذایی به وفور یافت نمیشده مثلا قحطی بی ماده ماده غذایی میرفته نمیدونم مثلا زمستون یه سری مواد بود تابستون نبود و اینا اونی که شیر میتونست بخوره چون حیوانات خب اهلی کرده بودن نگهداری میکردن شانس بهتری برای جون سالم به در بردن داشت تویست. پس اون انسانی که شیر رو میتونست تجزیه کنه بدنش سازگار تر بود با محیط زیست ولی حالا باید دانشمند حالا باید دکتری صحبت میکرد من ویدیوشو میدیدم میگفت الان دیگه اونجوری نیست الان شما برای زنده موندن به شیر اصلا احتیاجی ندارید و کاملا اوکی که شیر گاو دیگه کلا هست کنید اگه مشکل دارید بعد یه ویدیوی هست یه سری سفید پوستن توی آمریکا اینا نازیان آلمان تفکرات حالا اون آلمان نازی رو دارن اینا ویدیو رو نشون داره میده که دور هم جمع شدن و دارن شیر میخورن و میگن ما چون سفید پوستی ما نژاد برترین بدنمون میتونه می شیر تجزیه کنه شما نمی همونجور بالا میاد <تصحيح> بعد با همین دکتری که صحبت میکرد یارو میگفت که توی حماقت انسان حد و مرز نمیشناسه این داشو گفت اصلا به هیچ نژاد و حالا ریسی ربط نداره که تو بتونی یا دقیقا به همین دلیلی که تو جاهای مختلف دنیا به صورت مستقل این ویژگی ایمیوتیشن انجام شده که آقا بعدا یه سری میتونه هیچ ربطی ام. هم به سفید و حالا سبز و صورتی هیچ نداره هیچ ربطی نداره اونم اونجوری آها اینی که داشتم میگفتم شرق آسیا گفتیم 90 درصدشون نمیتونن خیلی جالب من یه مستندی میدیدم میگفتش که دلیل اینکه اون زمان ارتش چنگیز خانه مغول تونس خیلی راحت بیاد از روی دنیا رد شه حالا این قضیهش بیشتر روی چین تمرکز کرده بود ظاهرا تعداد ارتش چین تعداد آدماشون تعداد جنگجاشون مثلا خیلی با اختلاف بیشتر از ارتش مغول بوده و میگفت اوکی. دلیل اینکه اینا تونستن زنده بمونن و حالا شکست بدن با اون و از چینیا رو این بوده که مغولیا بدنشون میتونسته لاکتوز رو تجزیه کنه و اینا مثلا اسبایی که داشتن از شیر اسب راحت تغذیه میکردن ولی از اون ور داشت میگفت ارتش چین باید یه تعداد خیلی زیادی حالا اسب و اینا رو اختصاص میداده که غذای سربازا رو با خودشون بکشونن اه. خب برای همین اون ارتش مغولی خیلی چابک بوده خیلی اجایل بوده میتونستن راحت جابجا جا بشن وسیله اضافی هم نداشتن شیر اصلا میخونن خیلی, خیلی مینیمالیستیک میرفتن جنگ آره و میگو خیلی لین ماسل داشتن یعنی عضلاتشون خیلی کم چربی و خیلی عضلات قوی بوده بخاطر اینکه ماده غذایی انقدر ارزشمند رو میتونستن بخورن ام. و حذف کنن از اون ور چینی‌ها چون نمیتونستن اینا کامل اومده از روشون رد شدن از این ایرانم ایران هم رد کردن دیگه تا خود اروپا رفتن مغولیا این دلیل برتریشون بوده بر فقط همین یکی از دلایلشون بودی چینیا داشت اینو میگفت که تو جنگشون با چین بعد آها گربه هم ظاهرا خیلی شبیه انسانه یعنی وقتی که بچه است میتونه شیر رو تجزیه کنه هم انسان هم گربه به مرور گربه ها که بزرگ میشن اونا هم دیگه این قابلیت ها از دست میدن دیگه بعدشون آن اول شیر میخوره بعدش دیگه میره تو گربه بزرگ سال اگه شیر بده اصلا حالش بعد میشه خونه رو کسافت در میداره بعد گربه بزرگ سال رو دمپایی بزن بره خب بعد آره گفتیم خب شیرم خیلی ماده غذای مقوی پروتئین و کلسیم و ویتامین و این داستانا داره اگه نتونیم بخوریم چیکار کنیم بگو نخوریم دیگه آلمن میل با دوم مثلا میشه خب آره کار کرد برای تو خوب بود آره شیر با اون... دوم مشکل نشتی. نه اون لاکتوز نداره من شنیدم شیر لاکتوز فری هم هست اونم من ك... تست کردم اذیت کردی من دارم آره شیر لاکتوز فری هست فرمون کرد یکی میگفت ازش خیلی بهتره اینطوری نبینید ها مثلا اینطوری میاد اینجا یوغور نشسته اینجا خیلی لطیف و آدم حساسیه نمیرم هر کاری بکنم سرچم تا حالا نکردم حساسی بعد براتون بگم که آره شیر سویا هم استفاده کنن من داشتم جدولش رو نگاه میکردم شیر سویا ظاهرا مقوی تر بود ولی شیر سویا مشکلی که داره شایعاتی حولش میگرده که ترشح استروژن رو کم میکنه یا یه ماده ای داره که شبیه استروژنه آره و حالا این ممکنه تو مردا داستان میل جنسیشون بیاره پایین حجم عضلات رو کم کنه نمیدونم دپرشن ممکنه بیاره ولی بشه. یه, یه مقاله دیگه ای هم بود خلاصش این بود که نتیجه گیریش این بود که نه اینطوری نیست ولی یه جای دیگه من خوندم هست یه مثال اینطوری خوب بذارم برات الان یه دونه چیز اومده یه دونه داکیومنتری اومده تو نتفلیکس نمیدونم دیدین یا نه گیم چنجر مطمئن شو واقعا اسمش این درسته که این اومده یه سری ورزشکارای خیلی خفن که مثلا المپیک مدال آوردن و فلان و اینا آره. درسته گیم چنجرز آره اومده باشون مسابقه کرده اینا کسایی هستن که اومدن ویگن شدن مم. و از موقعی که ویگن شدن خیلی پرفورمنسشون رفته بالاتر و مثلا مدال میارن و خیلی خفنن و فلان و اینا مثلا یکیشون از چیزه از این مردان قوی دنیا آره, آره و میگفتش که از موقعی که من دایتم عوض کردم مثلا رفتم رژیم غذایی عوض کردم رفتم, رفتم روی خاری اصلا کلا زندگی عوض شده بعد اومد یه سری تست و اینا هم ران کرد و که مثلا نشون میداد به اینا غذای در واقع گیاهی میداد و یا مثلا بهشون گوشت گاو میداد و مثلا بهشون گوشت خوک میداد و اینا و ازشون آزمایش خون میگرفت مثلا نشون میداد اونایی که گیاه خوردن خیلی مثلا خونشون شفافتره و چیز نیست کدر نیست نسبت به اون بقیه و حالا میگم برام نه منظورم اینه که همینطوری چیزای مختلف میاد دیگه این به این چیزا اطمینانی نیست به این هایی که میاد هر کدومشون بر... سویا شما منظور آره دارم به سویا آره. میگم آره. نه نه اون یکی که دیگه اصلا چیز اون آره. سویا میتونه توی استادی میتونه آره. یه جوری دیگه انلایز بشه توی استادی دیگه میتونه آره حالا اینو گفتید اصلا ما در واقع تکامل پیدا کردیم با خوردن گوشت این چیزا که مثلا میگن یه جایی اینا که حالا طرف این میگفتش که این نه هم. یادم نمیاد میگفتش که اینطوری نیست میگفت حتی شکل دندونایی که داریم بیشتر اکثر دندونامو برای خوردن گیاه تا خوردن نه این اینو ببین اینو خودم نمید. من اینو خونده بودم بعد اصلا دلیل این, این که انس... هم یه بارم بهش اشاره کردیم دلیل این که انسان انقدر حالا موفق بود توی تکامل و انقدر باهوش شد این بود که چون میدونی نسبت مغز آدم به اندازه کل بدنش تو همه حیوانات اصلا بزرگتره بله مثلا مغز فیل با اون جستش باید مثلا اگه میخواست نسبت مثل آدم رو میداش خیلی باید بزرگتر میشد بعد میگه که اگه ما برای این مغزمون میخواستیم غذا تهیه کنیم به حالت معمولی روزی هشت ساعت باید غذا میخوردیم دلیل اینکه تو تکامل خیلی موفق بوده پختن غذا بوده آدمو غذاهایی که جمع کردن مثلا گوشتی که شکار کرده حالا سبزیجاتی یک دور گوش میخواسته بچینه اینا رو همه رو شروع کرده پختن و این باعث شده که یه بخش خیلی خوبی از انرژی که باید صرف هضم غذای نپخته میشده رو دیگه مجبور نباشه صرف اون کنه هدر بده امه. و فقط انرژی خالص از اون غذای پخته شده بگیره و تونست یه بخش در واقع انرژی بیشتری به مغزش رسید چون مغز با این جسته کوچیکش یه بخش خیلی خوبی از انرژی بدن رو داره میگیره بله. و این باعث شد که وقت آزادتری داشته باشه حالا کارهای دیگه کنه مطالعه کنه و انسان خوبی بشه خیلی همین چیز خاصی نمونه فقط میخواستم اینو بگم که اگر که شما چون من بخ... به ذهن خودم نرسه بود که ممکن همین مش... این مشکل رو داشته باشم فقط تجربه کرده بودم که وقتی نمیخورم راحتم اگه حس می‌کنید مثلا مشکل حالا گوارشی دارید یا فشار میاد بهتون یا اذیت میشید یه مدت میتونید شیر بذارید کنار هیچ اتفاق لبنیو. هیچ... لبنی و لبنی حالا نه همه لبن. هیچ اتفاق خاصی هم نمیفته اونجوری بی ما رو ترسونده بودم میگم این دکتر بود داشت میگفتش که اون توی عصر حاضر که حالا میشه مواد مغذی رو از جاهای دیگه هم تامین کرد نیازی نداره که شما خودتون رو خفه کنید با شیر خوردن یه مدت میتونید بذارید کنار ببینید تاثیر مثبت داره یا نه اگر که میگی درصدش انقدر بالاست خب درصدش مقدار آره خیلی زیادی از آدم ها اکثریت این مشکل رو دارن دیگه میگم 65 تا 80 درصد من خوندم جای مختلف چی داری برای اون؟ یا 20 درصد اینا آفرین 20 درصد انرژی بدن باید بره توی مغز که دو درصد سایز بدنه آره خیلی جالبه آره جالبه ها خیلی جالبه خیلی جالبه مجنون اولی و لیلی حامله جالبه این حالا خبری که خوندم رفت داره به حرفایی که کارون زد چون به بدن انسان و کلا جوری که کار میکنه رفت داره و داستان از این قرار بوده که <تصفح> داستان رو برامون بگو آره آخرهای ماه پیش اکتبر یا آقایی که توی ایالت نورت کرولاینای آمریکا داشته رانندگی میکرده پلیس آجیل رو می میکشه داش می بیرون آره تست الکلش مصدق خیلی باحال شما خونه خبر آره بگو ولی اه... تست چون پلیس میگه تست چون رانندگی مثلا بد داشته میکرده شب اینا که م... مشروب خوردن میگه خودش سر اینا... کار آره <تصف> گیر بهش میده که آقا شما مثلا مشروب خوردی اه... طرف میگه نه من نخوردم واقعیتشو میگه من میگه خب اگه نخوردی بعد تست بدی اه... از این فوتا بکنی و اینا یارو میگه که آقا من نخورم تستم نمیخوام بدم بعد خلاصه چیز میکنن اینا بعد طرف میگه که پس چرا دهنت از هم داره بوم میده و اینا پلیس میگه بعد خلاصه بوم اینا... اینا کارشون به جایی نمیرسه و اینا قضیه میکشه به بیمارستان طرف من هم به بیمارستان آقا که چی اگر که تو اون تست فوتر رو انجام ندی اگه بخوام از تست بگیرم به هر حال باید رو انجام بدی رستم. اگه تست فوتار انجام ندی و بری آزمایش خون بدی آزمایش آره. خون آره میام بیمار آزمایش خون میگیرم تو بیمارستان متوجه میشن که این آقا بدنشون الکل درست میکنه یعنی دل خون... خودشون آره. کارخونه حالا این قبلش این بار آخر ها این دو بار قبلش چیز گرفته دی گرفته driving under influence، یعنی مثلا همینش آره آره آره, آره، که مثلا مس بوده داشته رانندگی میکرده جریمه شده برای همچین چیزی تا بعد آخرش میره بیمارستان میگه آقا داستان چیه من مثلا مشروب نخوردم و اینا بگو حالا آره این سری که گرفته بودنش درصد الکل حالا بعد اینکه تو بیمارستان تست میکنن اه... ممیز دو درصد بوده که اه. دو نیم برابر بیشتر از حد, مجازه. که یه چیزی حدود ده تا لیوان مثلا آبجو یا حالا بلد. هرچی که هست من خواهده میگن به ده تا لیوان آبجو آره که ت... ب... <applause> تو یک ساعت بخوری ده رو <applause> این لیمیت خیلی این خوب چیزی خودش نفهمیده که مست آره بعد خلاصه سری سرچر کلا از نیایورک و این برامور میان اینو البته این اولین آدم نبوده که اینطوری بوده آره، و کلا این یه سیندرومه که اسمش هم هست آتو بروری سیندروم آره آتو بروری یعنی شما بروری مثلا خودت خودت آبجو گیری داری تیشی کمت چیزه آخه می که چی رو تبدیل می‌کنه. کنه شیرین رو دیگه نه آره کاربوهیدرات یا مثلا نون هم بخوره شکر منظر چیز شیرین شکر رو تبدیل می‌کنه به تخمیر یه آره یه مخمر توی جایی هم که این اتفاق میفته اواخر معده هست بوده و اوایل سمت راست بعد میدون سمت راست <تصفح> هست اینجا این هر چی بنده خدا نونی نام میخوره چیز میشده به من این داشتم میخوندم داشتم به این فکر میکردم که چقدر برای این پارتی کردن ارزونه قبول داری یارو مثلا یه نون سنگک ور داره دا یه شیشه ودکا رفته حالا خب چه سر کار مثلا غذا میخوره دیگه گوش میخوره دیگه خب چیز نمیخوره کیتو نمی اره بره کربوهیدرات نمر بخوره آره این رژیم کیتوجنیک میگیره هیکلش هم مناسب میشه هر موقع هم بخواد پارتی کنه یه دونات میزنه مثلا میره بیرون میخوان به یه دونات نه اصلا میره کلا با قشیه نسست سروری واقعا نباید به سیندروم مردم بخندیم ولی خب من داشتم واقعا میگم خیلی ارزونه اصلا اینجا الان یه پک شیشتای آبجو چنده اصلا 20 دلار. خب تو فکر کن 20 دلار بعد بدی نون سنگک چنده 3.75 نون سنگه. آره تو الان یه نون که این داده اون بزنه که نمیتونه تا آخرش هم بخوره کلا پساد میکنه جالب این سیندروم اینه که مثلا وقتی مصرف عادی بشی با الکولینا باید بگذره که به دیگه این مسی. این با این زمان بدتر میشه نه نه این میتونه مثلا یا دایت سریع شروع کنه نمیدونم یا آب بخوره یا یه دایت که توش همون قند نباشه یا اینکه یه داروی چیز بگیره دارویی که انتی فانگال مثلا برای قارچ قارچ آره اون مخمره رو از مخمره, مخمره رو از بن ببره ایشون دوباره برمیگره به حالت عادی عالی شد. از هر وری نگاه کنه ایشون برده برد دو سر برده آره عالی شد آره اینو من خوب. خونده بودم این هفته همین بود دیگه آره. نداری الان شما جالبه خاصی نداری من اتفاق عجیبی برام همون علی دیگه آقای خنجری کارایی که داره با ما میکنه واقعا تو هیمنیتی اشتباهه فشار عجیبی داره به میاد شما تو هم جالب نشی این هفته جالب اتفاق ده. عجیبی نیفتاد نه یه ماساژ رفته بودم اگه این جالب به حساب میاد خوب بود خیلی عالی بود اعتیاد آور آدم هی میخواد دفعه چند تا این ماساژ چند من چند سالمه یاد چند ساله <applause> <applause> دوست داری مثلا با من میرم مثلا این شروع میکنه بعد هی میگه که اینجا خیلی تایت گرفته شده آره این آه آه مثلا من <applause> کمر مشکل لوور بک حالا پایین کمرم که در میکنه این مثلا از بیرون که دست میزنی این میفهمه میگه مثلا اینجا خیلی چیزه بعد مثلا دست مسیحایی داره اصلا پای راست دقیقه همین بدبختی که تو فوتبال پیش میاد و اینا اینا خیلی بالا اینا کامل متوجه میشن میگه من میگه که نباید اینجوری باشه خیلی وضعیت خیلی میگه اینو میگن اینو مثلا بابا این درد شما خودم حس میگن نه نه نه, اینو نه مثلا اینو میگن <laughs> منم یکی دو بار رفتم من ماساژ خوشم نمیاد زیاد ولی به زور مثلا پرکتره یکی دو بار رفتم بعد این میگه که آری اصلا نباید اینطوری باشه حالا چه چی... چی کارش کنیم یه پنج جلسه لا, بعد بیا این اصلا نمیگه بیا پیش من میگه باید یوگا بری استرچ باز زیاد کن و اینا مثلا اصلا بهش نمیگم بعد خودش مثلا دست میذاره میفهمه میگه اینجای تو خیلی مثلا احتمالاً درد میکنه دقیقاً کمر و اینا خودش دست میذاره آره شما امی. چی؟ شما اوکی آره. خیلی خوب این بود قسمت 90 ما توی تمام فضای مجازی اسم خودکسته توی تلگرام، تویتر، فیسبوک، اینستاگرام. و اگر که میخواین با ما ارتباط مستقیم داشته باشید ما پروفایل داریم توی تلگرام به نام خودکست تاکس که میتونید اونجا برای ما پیام های صوتی تصویری و نوشتاریتون رو بفرستید ما میریم و هفته دیگه با دو تا موضوع جدیدی برمیگردیم فعلا خدافظ خدافظ خدا